سلام، امروز توی مجلس یه اتفاق خیلی جالبی افتاد دیروز مربوط به سفر آقای امینم که حالا جوانا بیشتر میشناسن به عربستان برای یک مسابقه رفته بود و برای تبلیغات در واقع و یه ویدیویی منتشر شد از آقای سالار عقیلی که خواننده فاخر بزرگه. حالا من گفتم در مورد این موضوع به هر دو تا ویدیوهاش نشون بدم، عکسش هم نشون بدم و اینا که ببینیم چه چیزی میتونیم بفهمیم از این موضوع، چون اشکالاتی گرفته بودن افراد کلا به این کاری که آقای سالار عقیلی کرده که به نظرم موجهه، اشکالاتی که گرفته بودن. خب مسئله چیه برای کسایی که نمیدونن؟ آقا در بوکس یک اتفاق خیلی مهم افتاد، اونم این که آقای فرانسیس انگانو یک فردی هستش در ورزش میکس مارشال آرتس MMA قهرمان بود اونجا، حالا به هر دلیلی از اونجا اومد بیرون یا آورده شد بیرون، رفت در واقع رشته بوکس، ایشون در واقع بوکسوره ولی خب اومده بود در MMA. اونجا با یک شخص خیلی مهمی که قهرمان جهانی هست تایسون فیوری با ایشون یک مبارزه برگزار کردن. اسپانسر این قضیه عربستان بود، در عربستان برگزار کردن، همین پری روز بود که من نتیجه اعلام نمی کنم که اسپویل نشه، آدم ها خودشون برن ببینن. بعد همزمان ما دیدیم که حالا سال عقیلیه رو کامل پخش میکنم، بذار امینم رو نشان بدم اینجا. آقا امینم خدا کنه زن داخلش نباشه که آپارات نونده. این امینمه آقا، این چیز جهانیه، یعنی سلبریتی جهانیه. خب اگه کسایی که نمیدونن، همین در همین یوتیوب که دارید میبینید سرچ بکنید آهنگای سیندرلا من نمیدونم ویداوت یو اینا، بازدیداش بیلیون نوشته، یعنی میلیارد. خب ببینیم که اینجا رفته. بعد آقای بهمن بابازاده که خبرنگار مثلا از این موسیقی هست نوشته بود که برای افتتاحیه موسم ریاض در واقع جشنواره سرگرمی خاورمیانه. حالا ببین عربستانی ها چه هزینه ای دارن میکنن و سلبریتی ها چقدر خودشونو بالاخره تو به حوزه تبلیغات، شما اصلا سیست این فرد رو ببین. خب حالا درست رپر فرهنگ رپ متفاوته، ولی اینجا 200 خبرنگارن، کلاش رو بر نمیداره، چی دستش هم کرده تو جی سویشرتش. امیرم پیکنیک شیپر پای بعد اینه واسه زیاد آدمی نیست این برور زیاد بره ها، آدمی نیست اصلا، اگه زیاد آدمانه نیست، سندش خیلی زیاده، بیت سرش بکنید و متوجه میشید. یعنی خب کلا حالت رپ فرهنگ کالچر هیپ هاپ و اینا تینیجری خیلی اینفلوئنسر در سطح جهان، تأثیری که ایشون روی این حوزه از موسیقی گذاشته اصلا قابل توصیف نیست. خب عربستان سرمایه گذاری میکنن روی این چیزا، حالا به هر دلیلی که دارن امینه رو دعوت کردن. خب حالا ایشون همزمان شده بود با این مسابقه یه چیز انگانو و فیوری، این آقای چیز آدسانی هست، ایشون هم قهرمان یه وزن دیگه یه در UFC هم اونجا بوده، حالا ما بکنیم عکسشو نشون بدیم. خب استند مومن، آره این امینمه. حالا کسایی که با یه زنجیری و فلانی رفته اونجا، عربا هم زرنگن دیگه، الان سری کرهگیری میکنن از اینا برای تبلیغات خودشون. اینم این بچه، این فرد فارسی زبانه در واقع، تو تاجیکستانه، خیلی علاقه داره به این ورزش و اینا، همشون با اینا رفیق شده، میبرنش این ورور با خبیب و نمیدونم اسلام مخاچف و اینا میبرنش، خودش هم پیجی داره در چیز در اینستاگرام و اینا، اونجا به همه روی دادا هست، امینم باش عکس گرفته و غیره. خب اینم جالب بود، الان با آقای چیز میرسیم، آیسه اینم مایک تایسون اصلی هم بوده، من عکس باز نمی کنم چون یه خانمی اونجاست، پوششش ممکنه طوری باشه که آپارات گیر بده. بله اینو ببینی رفته اونجا امینم با اهالی فرهنگ و هنر اونجا عکس انداخته بوده. حالا همزمان ما چی دیدیم؟ حالا این تموم شد، همزمان دیدیم که آقای سالار عقیلی، من ایشونو میشناسم، سلام، از دو جهت. ایشون یه آموزشگاهی داره در چند جا داره، یکیش در عراقه شهر ما که به اسم راز و نیاز. ایشون در واقع فاخ ایرادی که الان توی اینترنت به این فرد میگیرن، یعنی نوشته که کتمان کاش میخواستن نشون ندم غلاحت مثلا تو میداد، خیلی حرفای عجیب غریبی دارن میزن. الان اشکالشون هم اینه که خیلی دلسوزانه است، اشکالی که هم دارن میگیرن، میگن تو بهت نمیاد از این کارا کنی، یعنی خدا وکیلی من که مثلا یه فرد ساده مثلا با یه موبایل را میفتم میرم اون بر مثلا نیمه بر فیلم برداری، نوع
در واقع پروموشن و پروداکشنی که توی اونجا میگیرم خیلی وقتا بهتر از اینه. این یعنی در حد یک کسیه که تبلیغ مهم، مثلا یکی از فامیلامو مثلا در شهرستان پیج داره، مثلا بلاگره، خب مثلا بلاگره، مثلا سماور مماور هم میفروشه وسط مثلا پستایی که میذاره. خب این در واقع ویدیوهای سارا حقیلی من لحظه اول دیدم یاد اونا افتادم، بعد از این بر نمیاد، مثلا اینه چه میدونم یه آدم مثلا چه سخیفی مثلا چه تتلو مثلا این کارو بکنه، تازه اونم از این کارا نمیکنه. شما ایرادی که هست اینه که سالار عقیلی به عنوان خواننده کلاسیکال آواز ایرانی که اصلا سبک چیه، از بر خودش ژانری در هنر داره، یا موسیقی سنتی ما رو تبدیل کرده با تلفیق چیزای جدید و سازای پولیفونیک ترکیب کرده، سازایی که مثلا سازای اروپایی هستن داره الان. حالا اینکه وزنششون کم شده، من همینجا در آپارات که دارید میبینید یا در یوتیوب، اگه یوتیوب که دارید میبینید مربوط به هنر هست، اون یکی هم پیدا میکنید نوشته آرتولوژی، ایشون وزنش کم شده، علتش رو اونجا توضیح دادم، مال چند ماه پیشه 50 کیلو فکر کنم یه همچین عددی وزن کم کرد، 50 کیلو فکر نکنم بود، ولی خب نه خیلی وزن کم کرد. مسئله حالا اونش سلام چی؟ امروز توی مجموعه تهران کتونی هستیم، همونطور که ملاحظه میکنید انواع اقسام کتونی های اوریجینال اینجا هست. خب این هم این ایرادی که هست اشکالی اصلا موقع مرسوم، اصلا امینم اینا رو همه قاطر نشون دادم که آقا مرسوم در جهان هنرمندا سلبریتیا غیره اصلا پول میگیرن میرن یه جایی برای تبلیغات، چه اشکالی داره؟ الان دیدی امینم اونجا بود، مثلا اینا چه کار به عربستان دارن آخه؟ همین دیگه. چرا مثلا اون چیز آدسانیا که نشون دادم حالا مسلمانه، میگیم حالا مثلا رفتو حج مثلا، ولی امینم چه کار داره تو جده؟ خب پول گرفته رفته دیگه، اشکالی هست؟ خیر، ولی کلاسش، دیسیپلین اون کار. آقا شما میخوای کتونی تبلیغ بکنی، کاپشن تبلیغ بکنی، رفتی یه جایی، همین الان من دارم اینم مثلا این وضع دکورشه، معلوم نیست اینجا انباره مثلا کجاست، این وضع نورپردازی اصلا وحشتناک، آدم جرئت میکنه بره اونجا خرید بکنه. مثال دارم میگم، آقا چهار نفر فیلم بردار بودی، وقتی که داری از پاساژ بالا میری یک نورپردازی، یک صدایی فلانی، از این آدم بر نمیاد. خدا وکیل الان کی جرئت میکنه اصلا اونجا بره؟ نورا رو ببین چجوری تابوندن اونجا، انگار چراغ این صحنه چیزه، مثلا یه جرم اتفاق افتاده اونجا، نگاه نور کجا تابونده روی یقه اون کاشته، از هیچیش معلوم نیست. لاین پوشاک مجموعه تهران کتانی هست که لاین پوشاکش وحشتناکه آقای عقیلی، دعوت میکنم که حتما از این بخش هم دیدم باید. من خودم هم دوست چه حتما تونل وحشت، خدا وکی اینجا ناکن، این فروشگاه ناکن، آقا این چتونی و کاپشن تینیجریه، باید سقفش رنگی باشه، یه شکلهای خاصی نمیدونم رنگ پردازی شده، این چهار تا چتونی چیدن همینجوری پروفیلو به هم جوش دادن، خدا وکیلی نما کن این دکور اونجا رو ببین. من طرفداری نیستم که مثلا تجمل و زرق و برق و فال، ولی در حد ادورتایزینگ، پروموشن، تبلیغات اینقدر ساکشک نیستش که چتونی هستیم همونطور که ملاحظه میکنید. خب خودش هم خب من کاری به دیگه چیز دیگه وارد نمیشه، ولی کوچلوری که هم ایشون پوشیده، خب یعنی بحث بعدیه. این هم لاین پوشاک مجموعه تهران کتانی هست که ملاحظه میکنید، دعوت میکنم که حتما عالیه. آقا تهران کتانی هر کی میخواد بره خرید بکنه، عالیه. من اصلا اگه شد میشه اونجا من خودم هم دو تا مصاحبه میکنم با اون شخص. آقا شما چرا یه فیلم بردید درست حسابی نگه؟ اینو به خدا با موبایل گرفتن، با موبایل گرفتن، هیچ کارگردانی خاصی هم نداره، یه موزیک دینی هم گوشته پخش کرده. این ناراحت کننده است. اولا اینکه آرتیست این، حالا من نمیدونم از سر نیاز بود، اگه سر نیازم بوده باشه اشکالی نداره ها، ولی آرتیست در این حد که آقا دیگه تو که مشکل غیر مجاز بودن نداری، که تو که مشکل غیر مجاز بودن نداری که، خوشبختانه لاقل سبکش فردشو کار ندارم، آموزشگاه موسیقی داره دارم میگم، یا حالا شریکه در آموزشگاه موسیقی راز و نیاز، چندین شعبه هست در کشور، اما خودم دیدم اونجا رفت آمد میکنه در عراق، بارها دیدم خودم اونجا میاد در آواز و اینا صحبت میکنه. خب این شخص
ای کاش آرزومندانه، ای کاش این شخص مثلا خیلی شکیل تر می اومد و وارد حوزه تبلیغات می شد. خواننده کلاسیک در آواز ایرانی موجه، این مثلا علیرضا قربانی اینا. شما وقتی وارد حوزه تبلیغات بخوای بشی اینجوری نباید بری وسط. اینجا فروشگاه کتانی تهران، حتی برای خودش هم باشه اصلا مرسومه در دنیا، برای خودشونو میان تبلیغ میکنن. همین تو همین ام ام ای یا شخصی از کار مک‌گرگور یک نوشیدنی مثلا نوشابه داره، مال خود مغازه خودش از صبح تا شب تبلیغ میکنه محصولشو. ولی این سبکش اصلا، این چه فیلم برداریه، این چه بساطیه. چیزی که تو ذوق میزده اینه، وگرنه تبلیغات که چون آقا چیزی از نوین چرم در تهران، نوین چرم اصلا تو قیافه آقای کی میاد جلوش آدم، بهرام رادان چه اشکال داره؟ ولی خب کلاسش حفظ کرده، یه بیلبوردیه همیشه، رنگ موهاش هم مثلا حالت قهوه‌ای طوره، بهرام رادان چرمن بهش میخوره، همه جا یه دونه بیلبورده که بپری وسط و اینجا فروشگاه کتونی، انگار مغازه املاک، مثلا مغازه آدم بخواد پرزنت بکنه تو حوزه ریل استیت اینجوریه. هم با اقسام کتونی ما کتونی ندیدیم، جا داریم مغازه رو نشون میدیم. خب این هم لاین پوشاک مجموعه تهران خیلی ضعیفه، ملاحظه میکنید؟ اینو من گفتم اینجا بهم نشان بدم که چرا مردم خواب کردم، شما هم تشریف بیارین، امیدوارم که خوشتون بیاد. چه اینقدر در حد سطح پایین. ما چند روز پیش چیزم دیدیم بیران بند، مثلا اون یه دیگه استوری یه داستانی داشت، مثلا گوشی رو دو ساعت بعد رفت یه جای گوشی بخره، اونا خیلی حرفه‌ای دوربین باهاش حرکت میکرد و آیه بیران بند تا هم خریدیم، گفت آره بله، اون حالا هر کی بیاد بخره مثلا اینقدر. ولی خب بیران بند این گارگونه میگه خود فوتبالیسته، فوتبالیست که هنر سر در نمیاره که، اما سالار عقیلی اصلا باور نکردنیه. این ساده و تهران کتانی هستیم همونطور که ملاحظه میکنید، بعد حتی که گفته آقا یه پول مثلا ببخش، یه پولی بگیری بینو بذاریم تو اینستاگرام، چی میگم ای کاش اینا چند تا مشاور حرفه‌ای داشتن اون شرکت های واسط. نمیدونم والا این حالا من گفتم اینجا نشون بدم به آدما، چون خیلی جنجال برانگیز بود. لاین پوشاک هی نشون نده دیگه، این تونل وحشت و ترسناک خدا، اینجا دکور اونجا میبینی که جورت میکنه بره اونجا الان با یه نور ترتمیزی یه شکل وسط بذاری اینا رو همینجوری پروفایل ها رو جوش دادن و همدیگه اینا رو آویزون کردن. سالا رو اقیقا وستون وسط میگه بیدید اینجا کتونی بخرید، کابشن بخرید، نه ما کتونی میبینیم نه کابشن، اونایی که ببینیم دور هستن، محصول و پروداکت رو نمیبینیم، سالا رو اقیقا میبینیم با محیط اونجا. خب همین بود فعلا، خدا نگهدار همگی. مثلا سه‌شنبه 9 آبان 1402 بود. این چون موضوعش هم به تایسون فیوری نام میخوره، هم به امین چیز آقای امینم، هم در یوتیوب آپارات که یه جا میذاریم بعدا جداش میکنم، یه کانال هنری هم مربوط مسائل هنری هم درست کردی در یوتیوب، هم در اون قصتی که مربوط به فایت و یو اف سی این چیزا هست میذارم، مثلا ورزشی و رونالدو اینا رو میذاریم، هم در اونجایی که اخبار آقای مهرجویی و اتفاقات موسیقی و اینا رو منتشر میکنه. خب فعلا همگی خدا نگهدار.